د اریانا نیوز قدرمن لیدونکو سلام اسلام حجاب هم د زیربنا د خبرونه په وړاندې کولو سره تاسو په خدمت کې قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې تاسو پیږی په دې وروستیو کې د مالیه وزارت اعلان کړی دی چې د تیر کال په پرتله کافی اندازه په عوایدو کې زیاتوالی راغلی که څه هم د عوایدو د زیاتوالي په برخه کې خصوصي سکتور او پانګوال او هغه څوک چې تشبثات لري او په کار بوخت دي بېلابېلې اندېښنې او ستونزې لري خو په نننۍ خپرونه کې راسره د عوایدو په زیاتوالي خصوصا په افغانستان کې د هوټلدارۍ په رشد او د دغه فرهنګ په ځای پر ځای کېدلو باندې بحث لرو چې په همدې بحث کې راسره د کانتینینټل هوټل رئیس احمد حارس نایاب راسره د سره به بحث ولرو. ویل کېږي چې په روان مالی کال کې د انټرکانتینینټل هوټل هم کافی اندازه عوایدو کې زیاتوالی راغلی. عوامل یې څه دي او تر څنګ یې د هیواد په کچه به د هوټلدارۍ د فرهنګ او په تیرو څو کلونو کې دغه په افغانستان کې د هوټلدارۍ د رشد او د معیاري کېدلو په برخې په او د دې تر څنګ د نورو اړوندو موضوعاتو په اړه به بحث ولرو که وخت لرئ له موږ سره پاتې شئ. ښاغلی نایب پروګرام ته په خیر راغلی. تشکر زیات. تشکر بسیار زیات از شما. انټرکانتینینټل یو دولتي هوټل ده د افغانستان. څه کال معواید څنګه و د تیر کالو په پرتله څومره معوایدو کې زیاتوالی راغلی؟ بله، هتل انترکانتیننتال یک هتل ملی هست، ملی و تاریخی که تقریبا در سال 1969 به فعالیت آغاز کرده. در زمان شاه اعلیحضرت ظاهر شاه در اون زمان هتل کانتینتال به فعالیت آغاز کرد و از او به بعد به یکی از مجلل‌ترین و پنج ستاره ترین هتل های اولین هتل پنج ستاره در سطح افغانستان فعالیت آغاز نمودند. بعد از این بعض از جنگ هایی که مکمل داخلی و بالاخره پس دوباره هیره با بازسازی گرفته شد، هتل کانتیننتال یک هتل مطلق دولتی، یک شرکت سهامی دولتی که در این شرکت سهامی وزارت محترم مالیه سهم بالاتری را داره، وزارت محترم ترانسپورت، شرکت محترم هاریانا افغان، شرکت پشتنی بانک، شرکت اسپینزر و بیمه ملی افغان یکی از سهامدارای هتل انترکانتیننتال میباشند. ما در سالهای گذشته، اگر ما پنج سال گذشته را مورد بحث قرار بدیم، از سال 2011 به این طرف هتل کانتیننتال تا 2015 به نقص بود. عواملش چی بود که هتل در نقص بود؟ خب عوامل های مختلف مثال داشت. مثلا به گونه مثال یک چند عواملی که در سال 2011 یک عمله انتحاری صورت گرفت مثلا هتل انترکانتیننتال که متاسفانه در او عمله اماتنای ما کارمنده های ما همجان خود عدس دادن و یکی از عواملی که هتل به نقص مثال سوق داده شد همین بود. و دوم مثلا که مشکل عدم مدیریت درست بود که هتل کانتیننتال روز به روز به نقص و از ضرر مثال هر سال از اضافه تر از 20 الا 40 میلیون افغانی ما هتل کانتیننتال در ضرر بوده. خوشبختانه در سال 2016 یا قسمی که شما گفتین که وزیر مالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم به خاطر بلند بردن سطح هواید ملی گامای مثبت نهادن، همچنان یکی از افرادی به نام آقای زیا سید جواد زیا را با هتل کانتیننتال به صفت رئیس مقرر کردند. آقای جواد زیا یک آدم مدبر، یک آدم با خلاقیت بسیار بالایی توانستند که اول هستم یک بزنس پلان 3 ساله ترتیب بکنند. یعنی دغه هتل په تیرو 10 و 15 کلونو که یو بزنس پلان ندرلوده؟ نه خیر، از گذشته هیچ بزنس پلانی وجود نداشت. چه ډول دا کارونه د دوی مخکې روان و؟ خب به مشکلی حدکلی پیش میرفت، اگر عامیانه بگویم پیش میرفت. و بعد از ترتیب بزنس پلان 3 ساله که در طول 3 سال باید هتل انترکانتینال چی کارا رو باید دست بزنه و چی نو بتونه که عواید خود بلند ببره. بعد از تصویب بزنس پلان هتل توسط هیئت مدیره هتل انترکانتینال، ما شروع کردیم به فعالیت های هرچی بیشتر خود به خاطر به دست آوردن عواید بالاتر. اینجا یک مسئله هوایت نمیشه، مسئله دیگه هم وجود داره که باید ما هم رضایت مشتری خود از دست ندیم و در عین حال عواید بیشتری هم به دولت افغانستان ما تقدیم بکنیم که خوشبختانه در این راستا ما موفق شدیم و هیئت مدیره هم بر ما یک بودجه یا یک مسئله رو پیش بینی کرده بودند، یک تارگت پیش بینی شده بود که بعد ما در طول امی سال 232 میلیون افغانی باید ما عواید داشته باشیم که خوشبختانه ما عواید هتل کانتیننتال در 7 ماه دسامبر تقریبا از امروز 22 روز پیش ما 232 میلیون افغانی تارگت خود ما مکمل کردیم و ما تا فعلا از تارگت اضافه تر 10 میلیون افغانی فعلا ما
از تارگتی که بر ما ارائه شده بود ما زودتر است. در کانتیننتال هتل مشتریانم چوک دی دیره داخلیان خارجیان امکاناتم څه دي او تاسو ویلې چې په تیر کې چې دا هتل ضربه ولیدله او توان یې وکړ انتحاریان راغله د دې د سیکیورټي سیستم څنګه ده پلان یې څنګه ده ولې د دوسې یو لوی ملي بنسټ دوسې یو تحدید سره مخ سي او اوس کوم تدابیر نیول سوي دي او خواله او ځانګړنې څه دي؟ وقت در گذشته ها خب بعضی مشکلات های هر نوع امنیتی هم وجود داشت و بازم توسط نیروهای امنیتی افغانستان که پلیس ملی افغانستان امنیت هتل کانتیننتال فعلا به خود دارن او زمان هم امنیت هتل اینترکانتیننتال به خود داشتن. خب مگر حمله است، حادثه هست، حادثه در هر جای و هر وقتی رخ میده و ما روی مسائل امنیتی خود بعد از این حادثه به ساز سرش فکر کردیم، ساز سرش توجه کردیم و فعلا شکر خدا که هتل کانتیننتال اگر ما گفته میتونیم که از مسئولترین جای های افغانستان یا کابل به شمار رفته میتونه. تاسو ویلی چې سږ کال موږ له ټاکلي هدف نه یعنی له 222 میلیونه افغانیو نه لوړ یعنی زیات عواید هم راټول کړي. عوامل څه وو؟ آیا خپله د دولتي کنفرانسونه او پروګرامونه په دغه هوټل کې ډېر کیږي که نور تاسو یو سلسله په مارکیټ کې رقابت ته هم پښه او لاس مو کړی ده؟ خو قسمی که خدمت ور مهرز کردم که د سالهای گذشته ما بدون یک بزنس پلان بدون یک تارگت پیش میرفتیم. بعد دهی سال ما با روی یک تارگت و یک بزنس پلان جامعه ما پیش رفتیم. دی بزنس پلان جامعه تمام مسائل ما بعد نظر گرفته بودیم. مسئله رقابت با دیگر اولترایی که در سطح افغانستان هستند و مسئله خدمات خوبتری را کنیم برای تمام مشترکین هتل اینترکانتیننتال. مشترکین هتل اینترکانتیننتال نه تنها دولت جمهوری اسلامی افغانستان هستند بلکه نهادهای دیگری که در سطح افغانستان در سطح کابل خدمات اجرا میکنند تمام هزی مشترکین ما هستند. که ما توانستیم که در طول امی سالهایی که ما داشتیم با نهادهای مختلف ما تفاهمنامه تراز مدت امضا بکنیم که از جمله UNDP یک بزرگترین نهادی هست که با ما تفاهمنامه دراز مدت دارن. ما با اتاق تجارت و صنایع افغانستان تفاهمنامه امضا کردیم، با کمیته محترم المپیک ما تفاهمنامه امضا کردیم که ما با تمام ورزشکارایی که در سطح در افغانستان قهرمانان ما را هستند، مدال هاور هستند به افغانستان، بیرق افغانستان بلند میکنند در سطح جهانی، ما برای زیاد تخفیفات ویژه ما قائل شدیم که از این راستا یعنی ما تا رقابتی که تمام مشترکین یا بعضی کسای دیگه که سالهای گذشته از هتل کانتیننتال ناراض بودن یا عدم سرویس نادرست بود یا مشکلات های دیگری که وجود داشت، این سال پس خوشبختانه ما دوباره بروی بزنس پلان جامعه خود پس دوباره هیار ما جمع کردیم. از یام سال ها آمدن پیش ما و کنفرانس های خود داشتن و اتاقای خود گرفتن. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه او د رقابت او جامعه بزنس پلان خبره هم تاسو کوي، په افغانستان کې د خصوصي سکتور هم په دې برخه کې سرمایه گذاری کړي، په لسګونه میلیونه ډالر په دې برخه کې پانګونه سوي. څنګه ارزوي تاسو زده کړې هم د هوټلداري په برخه کې کړي، تحصیلات هم په دې برخه کې دي، د تاسو له نظره په افغانستان کې د هوټلداري لپاره د فعالیت لپاره کوم کارونه سوي تر اوسه پورې؟ آیا دغه کارونه له کانتیننتال نه کراوځو نور په مجموع کې په دې د هوټلداري د فرهنګ د نه حدینه کولو لپاره کارونه سوي که څنګه؟ خب در حاصل ما هتل داری در سطح افغانستان فعلا در طول خصوصا در طول 10 سال گذشته یک رشد بسیار خوبی را بر خود داشته. سالهای گذشته که قبل از این 10 سال یگانه هتل 5 ستاره در سطح افغانستان بود که به نام هتل اینترکانتیننتال و بعد از این در سالهای دیگه ما توانستیم که هتلهای دیگه هم به طور مثال هتل سرینا، هتل کابل استار، سافیلن مارک، پارک استار و بعضی هتلهای دیگه هم که از نگاه ستاره اگر بگیم 3 4 5 ستاره مکملا به حساب میشن، اینا با فعالیت خود آغاز کردن. اما متاسفانه عدم جذب توریست بین‌المللی به افغانستان نسبت خرابی حوزه‌های اهمیتی، هتل‌هایی که در سطح افغانستان کار میکنن نمیتونن که بر توقعی که مثال دارن که باید ما به سطح بزنس یا خدماتی رو که ارائه بکنن به او سطح مثال نرسیدن. و ما چی باید کرد که یا در او سطح برسن و همه سیستم با سیستم جهانی و میاری پیش برن؟ بله، اولا باید وزارت اطلاعات فرهنگ مدیریت محترم توریسم بس به خاطر تقویت توریسم در سطح افغانستان که بتانیم ما برنامه جامعه را برای جلب و جذب توریست های جهانی ماهواره مثال داشته باشیم، این تا هنوز راه اندازی نکردن. نکردن یا ظرفیتش نداره؟ خب امکان داره که امکان داره، ظرفیتش هست مگر نکردن تا به حال. خب این هم یک مشکل خود داره. مسائل امنیتی فعلا در افغانستان این یک موضوع
موضوعی هست که هیچ تورست فعلا نمیخواد که از افغانستان دیدن بکنه. در اصل اگر ما گذشته های خود ببینیم در دهه مثلا 1970 الی 80 یعنی تورست هایی که به افغانستان می آمدن تو هیچ مثلا نظر به اینکه ما بعضی در روی کاغذ بعضی سارا می بینیم که اوتل کانتیننتال خودش هیچ جای مثال نمیده شده و زمانی که از 1970 الی 1980 مگر دیگه خطرا همین چیز و حتی بعد دوستان میگن که تورست هایی که میدن پارک شهر نو اونا با خیمه پورتاتیف خواب میشدن به خاطر که دیگه اتاق در در دهه 70 70 و 8 بله دهه 70 1970 خب بله 1970 میلادی یعنی از 46 به بعد 1346 به بعد خب در این راستا فعلا نسبت عدم اهمیت درست و تورست ها هم جرات نمی کنن که به افغانستان سفر بکنن از این لحاظ است که هتل ها به وسط اساسی که بعد مکمل خود برای سفر ترسن حق سرمایه گذاری چه سوی در افغانستان که در خصوصی سکتور لخوانه تاسو دی او چو هتل نمونه یادونه وکړه دغه چون استاندارد دی د دوی خدمتونه څنګه ارزوي چون استاندارد دی که پنش نه یو اندازه خو منګه بهرنی او د کورنۍ او ملمنو کوربتوب لرو څنګه ارزوي د دوی خدمتونه او د دوی د سیستم او سټراکچر او ټول ما به نظر ما هتلایی که در سطح افغانستان فعلا فعالیت خود آغاز کردن و فعالیت میکنن پذیراییشون هست میمونه و ای که از حساب سرویس دهی برای تمام میمونه به یک شکل حساسی پیش میره چونچه که اساسی یا استاندارد میاری استاندارد میاری به شکلی که شما میفهمین که میگن که افغانا در میمان نوازی خود بسیار بالا هستن و در هر جایی که ما شما افغانا در هتلی که افغان ما شما کار بکنن از نگاه میمان و میمان نوازی به شکلی بسیار استاندارد میاری خود پیش میکنن اما متاسفانه بعد مشکلات های دیگه که مثلا در بخش هتل ما داریم در یک هتلی که مثلا شما داخل میشین کوشش میکنین که شما 100 دلار مصرف بکنین یا اینکه 1000 افغانی مصرف بکنین به هتل شما تا زمانی که به خود کافی شاپ یا رستوران توی هتل میرسین یعنی چندین جا تراشی میشین که خود از این عدم دلگیری شما میشه روحیه روحیه مثلا شما رو ضعیف میسازه به خاطر از اینکه وقتی که یک هتل یک مهمان داخل میشه باید از تمام فکر دیگه که در بیرون داره باید خودم کاملا دور بسازه مگر متاسفانه که ما داخل میشیم برام مشکلات امنیتی ما هست اگر این کارم اتلا مد نظر نگیرن خدای نخواست یک حادثه امکان داره که صورت بگیره باشه بلا خبر داد چې ډیره د هتلونو په برخه کې د لسګونه میلیونه ډالر چې سرمایه گذاری سوی ټول په مرکز پلازمینه کې د فکر کوي که دغه سرمایه گذاری د هیواد په نورو زونونو کې ولایتونو کې هم د سیو استاندارد سرمایه گذاری ولري خپل دغه به څونه د بهرنیو سیلانیانو په جذب او تشویق باندې رول ولري بله خب خوشبختانه که ما در تمام تقریبا تمام ولایت خود گفته نمیتونیم بعضی ولایت ما بسیار اوتلای به استاندارد بسیار بالا ساخته شدن مثلا جلال آباد ننگرهار بزرگترین هتلای ساخته شده در ننگرهار که یکی از هتلایش به نام وایت هاوس میگن که ما تقریبا چند روز پیش رفته بودم ما از اون دیدن کردم در هرات بسیار هتلای مجلل با استاندارد ساخته شده حتی در بامیان یک هتل به نام غلغله مثال ساخته شده که از نگاه استاندارد و از نگاه کیفیت و کمیتش بسیار به سطح بالا هست مزار شریف هم ما به این سطح هتل های بسیار بزرگی رو مثال داریم مزار شریف هم داریم و همچنان بعضی ولایات دیگه خود مثال قندهار در قندهار هم ما بعضی سرمایه گذاری خصوصا در سطح هتل و هتل داریم و مثال فعلا داریم که هتل بسیار زیبای در حال ساخت ساده است در قندهار که خود هزی اگر که ما در آینده که خوشبین هستیم که خداوند رحم بکنه سر ما و امنیت کلی رو برای ما مثلا نصیب بگردانه تورست های جهانی تمامش حساب خواهش دارن که یک بار از افغانستان هم دیدن بکنن از افغانستان به خاطر یک با داشتن فرهنگ غنی که مثال داره تورست ها حتما میام دیدن میکنن و مطمئن هستم که هتلایی که فعلا در سطح ولایت های دیگه هم ساخته شده از این مفاد خاص می داشته باشه تو یم شمیر هیوادونو که خصوصا دمو په گاونډي هیوادونو که ډیره دغه د هتل جوړونې فرهنگ د سوي چې مثلا له ایران نه یادونه کو ډیره خلک د خپل فامیلونو کورنۍ سره ځي په هوټلونو کې ډوډۍ خوري عوامل یې څه ده څه باید وسي په افغانستان کې چې دغسې خلک تشویق سي او رایسي خواړه او امکانات یې دغسې واقعا تقریبا با بخش هتل منیجمنت در پاکستان ما خواندیم کراچی پاکستان خواندیم بعد از این در هتل های دیگه پاکستان هم ما کار کردیم
ما در دیگر کشور خصوصا ایران هم مسافر داشتیم، از اوتلایش مثال دیدن کردیم. یک فرهنگ موجود است که یعنی هر فامیل هفته یک بار یا دو بار حتما با مبراین با تمام فامیل خود بر یک جای غذای شب یا چاشت یا صبحانه خود مسافر. امدا هدف من پم دیجه که در خغل نایاب دل د څه کول په کار دی چې لسی او فرهنگ په داخل د افغانستان کې موږ هم او توانی گو دود یا ولرو. آیا هغه څوک چې وټلونه جوړي دې کار ته خلق واحد سی که خپل په د خلکو علاقه مندی د خلکو او د هوټلونو ترمنځ په داخل کې فاصله څونه ده؟ څو مشتری یعنی داخلي مشتریان له هوټلدارانو څونه رضایت لري او د دغه اړیکې د نږدې کولو لپاره کوم کارونه باید وسي؟ خب اولا قسمی که من از سوال پیشتر شما که کشورهای دیگه هست سالهای متمادی تا هنوز روی فرهنگ کار کردن و فرهنگ زمانی ساخته میشه که سطح درآمد هر فرد جامعه به سطح بالای مثال بره. متاسفانه که در کشور ما سطح درآمد فامیل های ما بسیار پایین هستند، یعنی بجز از یک دفیصد امکان داره که سطح درآمدشان بالا باشن و یا بتونن که بر یک هتل بر سال برن و نان خود مثلا صرف کنن. خوشبختانه در طول چند سال گذشته، خصوصا در طول 13 یا 14 سال گذشته، این یک به یک فرهنگ آیساس تبدیل شده رای است و ما مطمئن هستیم که انشاءالله تعالی در ظرف اگر یک 10 سال یا 15 سال بعد مردم ما هم این فرهنگ به خود جذب میکنن، که فرهنگی که برن به رستوران تانان بخورن، برن به اوتلها، برن به جاهای تفریحی. قسمی که بالا ما دارم قبل از جنگ های داخل در افغانستان مردمی که در شهرها زندگی میکردن اونا هم این فرهنگ بسیار فرهنگ بالایی داشتن نسبت به کشورهای دیگه. مگر 30 سال جنگ داخلی ما و شما تمام از بین برد، تمام فرهنگ خصوص مسئله بیرون غذا خوردن از بین برده و فعلا انشاءالله تعالی در ظرف های آینده امکان داره که این فرهنگ دوباره پس حیا شوه و رضایتی که بین مشتری و هتل ها مثال می باشه. خب مشتری هستند که هتل ها فعالیت میکنن، مشتری هستند که رستوران ها فعالیت میکنن و در هی راستا رضایت مشتری یک امری زیست. یو پوښتنه بل تاسو څونه وخت کیږي چې په داخل د افغانستان کې په دې برخه کې فعالیت لري حدودا؟ بله ما از سال 2005 به طرف کار میکنم. ګل 2015 کال نه او تر اوسه اوس دغه د 2014 په اخیره نږدې یو لس کال خوښه کې تاسو فعالیت لري. د تاسو خپل ارزونه صد له دې بهیر نه خلک دا فاصله څونه نږدې سوي او خلک څونه لیواله سوي دي د دې بهیر یا د دې د فرهنگ د رواج کولو لپاره؟ ما د سال 2005 وخت کې په هتل کانتیننتال آمدم، می دیدیم که بجز از میمانهای خارجی که در هتل اقامت میکردن، افراد ما و مردم دیگه ما که در شهرهای ما زندگی میکردن، خصوصا شهروندان شهر کابل ما، بسیار بدنرد می آمدن به هتل کانتیننتال به غذا خوردن. فامیلا خب به هیچ وجه از خانه در اون زمان نمی برآمدن که بین در یک هتل بشینن غذا بخورن. عوامل چی بود که مردم قدر ترس و لحظه؟ خب ببینید ما بعد از 30 سال جنگ داخل پشت سر گذاشتن بودیم و مسئله طالبا هم گذاشته بود، مکبر مردم هم کسایی که مثلا ما با فرهنگ بسیار خاصی که بخشی هتل می فهمیدن تمامش رفته بودن به کشورهای خارج و مردم جدیدی که به کابل آمده بودن اونا هم روی فرهنگ تا اونز قدر آشنا نبودن که بعد ما بریم به یک هتل مثلا غذا بخوریم. و مسئله سیوم هی که سطح درآمد مردم بسیار پایین بود، یعنی مردم نمیتونستن که با 7 نفر یا 8 نفر از فامیلشان بین به یک هتل مجللی که در حدود مثلا 500 دلار خود مصرف بکنن و از این غذا بخورن. ما در طول 10-11 سالی که ما فعلا مثال کار میکنم، ما دیدیم که چقدر مردم ما از نگاه آمدن و مسئله فرهنگ هتلداری را بر خود جذب کردن، فرهنگ غذا خوردن بیرون بر خود جذب کردن. ما او زمان هیچ فامیلی به هتل کانتیننتال یا به هیچ هتلی نمی رفت به خاطر غذا خوردن، مگر فعلا خوشبختانه که مهمانای زیادی که ما در سطح رستوران های خود داریم، نه تنها در هتل کانتیننتال که بلکه در تمام رستوران ها و هتل های سطح کابل فامیلی محترم تشکیل میدن. تاسو یو ولس کله په افغانستان کې کار وکاو دونه تفاوض وکاو کا د دې برخه کې تاسو زده کړه کړې او په دې برخه کې تاسو تجربه لري؟ تر 2000 کاله پورې تاسو اټکل وړاند وینم څه د چي څونه تفاوض به ولرو کا امنیتي حالت خسي؟ خب ما نظر به کې تجربه ما و ما تسوات ما در میراستا هست، اگر خدا بخواه خداوند رحم بکنه سر ما، امنیت ما خوب شوه، ما مطمئن هستم که تا 2020 فعلا به سطحی که عالی هستیم انشاءالله ما اضافه تر از 50% بالاتر در سال 2020 انشاءالله بالاتر. اوس کبیر تر ایسو در کانتینیتال هوتل تا نو پدر هوتل که تانسی سکال نجده یعنی 200
دودیش میلیون یا دلار تاسو هغه کو یا هغه ورسته نور عمرم چې ټولکړي تقریبا 2 سال وي ته ځان نږدې کې 10 میلیون نور ویلي نو فکر کوي د شرایطو ته په کتو کوم دغه سه منظم د پلان لمخه مخکې لاړ سي آینده کال کې به موعد څنګه وي او څه تدابیر هم نیولې په کوم قوت باندې تاسو د خپل عوایدو راټولولو لپاره تدابیر نیولې؟ واقعا ما به این سالی که گذشت ما خب زحمت بسیار زیادی کشیده شد، یعنی تمام کارمندای هتل کانتیننتال، تمام منیجمنت هتل کانتیننتال و شخص خود رئیس عمومی هتل کانتیننتال بسیار زحمتی بسیار زیاده کشیدن تا اینکه بتونیم ما برای تارگتی که بر ما تعیین شده ما این تارگت هم برابر بکنیم و از این تارگت هم فعلا ما بالاتر هستیم. و خوشبختانه مسئله دیگه که ما حد 32 میلیون افغانی که فروشات داریم، حدود 23% از این مفاد خالص است برای ما، خالص مانده که ما ایره به حساب دولت افغانستان ما روان میکنیم که از این طریق تقریبا اضافه تر از حدود 50 میلیون افغانی هم بر ما عاید خالص مانده که ما روان کردیم. با پلان های ما به سال گذشته با تمام قوت، با تمام سال آینده با تمام قوت و با تمام روی مثبتی که ما با کارمندان خود میبینیم، با همکارای خود میبینیم، با روی که دارن، انشالله تعالی ما از این تارگتی که فعلا داریم و ما انشالله تارگت بیشتری رو مثلا پیشکش میکنیم به هیئت مدیره خود و کوشش نهایی رو میکنیم که پول بیشتری و به حساب دولت افغانستان منتقل بسازیم. ډیر زیات مننه ښاغلی نایب چراغلی او پروگرام کې مسره برخه واخیستله. تشکر زیات. قدرمن لیدونکو دا وازه ما د نن ورځ خبرونه چې درته وړاندې سو، تر بل خبرونه مو چې بیا خدمت حاضرې کوم په لوی او مهربان الله مسپارم. خات او بریلی اوسید. الله پامان.